Bismillahir uh, rahim Let us have the first example for adjusting entry. The question is, or the example is, from the following trial balance and adjustments, comma, prepare adjusted trial balance, comma, income statements, and, and balance sheet. From the following trial balance, this is the trial balance which is given for you guys. trial balance, can balance balance. This is the debit side, and this is the amount. This is the credit side the amount. Of good both at the end, it is equal. Balance from the the adjustment the From this trial balance and adjustment, you have to prepare adjusted chair balance. You have to prepare income statements as well as you have to prepare what prepare balance. و اینی معلومات تک جدولک پیشتر از ویدیو خلیب ببینید که اضافه معلومات برتونچی شده داده شده. اَجسٹمنٹ چیز گفته دیویدند اوت اسټینڈنگ اماونت فار زامپل 5000 اسټیشنری اوت اسټینڈنگ اماونت اف کورس 3000 اَند نیکسٹ ون ای سالری پے ان ایڈوانس اماونت ہومچ اماونت 1000 صحیح کُنْدُس؟ اگر می که کی اَجسٹ چڑ شما تعین بکُنند درستس؟ شما اول سعی کنین که اینمی دمی تیار بالانس که قبلا داده شده کدام کدام ایتما ضرورت به اجسمنت داره هر کدامشون که ضرورت به اجسمنت داره فعلا بانن چه اونایی که ضرورت به جسمن نداره انمی ها را مستقیم در اجستر تیر بالانس دوباره خودش چی بکنن ریکارد بکنن هدف ما چی است اینمی ایتمایی که اجسمنت است بطور یا یکی گفته که دیویدند اوت استاندینگ یکی از ایتمایی که بعد اجستمنت شود چی است

ایتم سیم که زارت باید اجسمن داره چی هست؟ سالری است و سالری هم در کدام سایت هست؟ سالری هم در می سایت چی کده؟ آره. دیگه ایتم هایی ای که زارت با اجسمن نداره که نامشان ذکر نشده به این ها که اونا با اجسمن زارت نداره ار کدام کشان که نامشان در اجسمن گفته شده بود it means they need adjusting entries the rest of the items items of course do not need adjusting entries پس اینا هایی ای که اجسمنگ انتریز ضرورت نداره ما دی پایین میایم یک تیر بالانس ها فارمتش قبلا نبرتون چی اختراع نامش هم اوندم به نام چی اجستر چیر بالانس دی اجستر چیر بالانس ما شما چی رو ری ریکارد میکنیم از چیر بالانس بالا هر کدومی که ضرورت به جسم نداره از دبت شده طرف دبت ریکارد میکنیم از کریدیت شده طرف کریدیت باز آخر باز اونایی که ذرات به جسم نداره وارد طرف شده چی میکنیم از جسم نداره اول شروع میکنیم به تار مثال از طرف دبت ساید آیا این چیزا که ما معلومات داده شده گفته شده که باید اجست شوه دبرش گپ افتاده شده پس پرچیز، رند، بنگ، اکاونت و غیره کل از یه اجسمن ضرورت نداره. پس اونایی که اجسمن ضرورت نداره مستقیم خودش چی کن؟ خودشان. مثل که مثال یاد تظاورات سه گرفته باشه. ما پیدا کنیم بگیم از جمله کل اول کلش به طور مثال ما یک چک میکنیم. پس اونایی که به مثال مشکل نداره رها میکنیم. اونایی که مشکل داره باز بار چی میکنیم؟ فکر کنید خود چند نفر مشکل داره سه اونایی که مشکل نداره خودشون چی کنن شما؟ ریکارد کنن. مثال کش مشکل نداره لندن یا خودش ریکارد میکنه. کش چند است؟ برابر لندن بلدنگ سی هزار درست است اینجا خودش هم چی میکنم ریکارد میکنم نشتک و کش کش خودش هم ریکارد کاش چند هزار است کش چل ایر خودش هم ریکارد کنم بیا پایین بود از ایچی هست لندن بلدنگ لندن بلدنگ چند هزار است سی ایر خودش هم ریکارد کنم بعد از ایچی هست انوینتری انوینتری زارت و اجسمن بارا نخواهی یه ایچ گپ نیست اوی که زارت و اجسمن خودش هم ریکارد 25 After this, next one is account receivable. What receivable? Account receivable. Account receivable. Chandas. Account receivable. Four dollars. Irakhoi shishiko record. Bad azubor taraf iteme badhi. Digeshas bankas. Bank chandas six bank? Six dollars khoi shadi record. Bor taraf the badhi. renters. How much is rent? Rent is equal to five ,000. Record this one as well. Next one record purchase.

اول باید من اینجا گفته که دیویدند اوت ما باید بفهمم که ای اوت استندینگ است یا اوت استندینگ انکم است چرا اگر اوت استندینگ انکم باشه این قانون سرش تطبیق میشه اگر اوت استندینگ اکسپنس باشه این قانون سرش میشه تطبیق میشه اینا رو به خاطر فهمیدن از این ما چی کار باید انجام بدم به خاطر فهمیدن از این ما باید پیدا کنم که دیویدند آیا دی ای سایت است یا دیویدند دی سایت است اگر دیویدند دی ای سایت بود به این معنی که یک بوده ریونیو بوده

So if dividend is outstanding, it means it is outstanding income or out income outstanding, income outstanding or outstanding income, both are the same. But mm here law is different. Different. Who you see that the law is different? This law what is it? The investor doesn't inform you what it is. One says it is a type of asset; it should be recorded on the balance sheet on the asset side. One, what It should be added to the related income in what in income statement. این رو بیادر ما خود تانوز بالانسیت و انکم سیدمت نمی سادیم ما خود بالانسیت و انکم سیدمت نساختیم پس که بالانسیت و انکم سیدمت نساختیم مگر قدر خدا خال میفهمم که که اگر می خواهی که یک چیز اگر می خواهی که یک چیز منعی سی ریکارد کنی باید در سایت این چه بالانس ریکارد شد؟ در این سایت باید ریکارد شد اگر یک چیز می خواهی که منعی سی ریکارد شد اگر یک چیز می خواهی که منعی سی و اکسپنسید ریکارد شد اصید و اکسپنسید در این چیز باید ریکارد یعنی آر وقت که بود گفت هر وقت که اگر در این ای حالت برات گفت که منایس اسید باید اضافه شه باید دی سایت اضافه شه اگر منایس اکسپنس اضافه شه باید دمی سایت چی اضافه شه اگر گفت که منایس رونی اضافه شه باید دی سایت اضافه شه اگر گفت منایس لایبیلیتی و همچنان کپیتال کلش دی سایت با چی اضافه که بعدا باز از, از اینکم استیتمنت با ما دا از این چر بالانس با ما چی رمیس اون با ما اینکم استیتمنت و بالانس رو چی میکنیم پس گفته که وانس ایت شود بی ادد اون سایت and the second one it should be considered uh, it should be added to the related income in profit and loss account. مگر فعلا خب شما پروفیت اند لاز نداریم خب توی کار انجام بدیم میگم مشکل نداریم یکی گفته که امرای انکم مربوطه ای اضافه بساز که گفته امرای انکم مربوطه اضافه بساز و کار انجام میدیم اول خود دیویدند دانشته میکنیم دانشته میکنیم که دیویدند خود امی دیویدند که فعلا هست در کتاب چند است یه خودش اصلا نشه اول خودش نشته بود میگم خودش هست 23 ببینی میگه که ات این حال او نشته گفته چی کویره؟ گفته ات کو که گفته ات کو من یه نشته میکنم که اوت استاندنگ دیویدن پس اوت استاندنگ دیویدن اونو ما قدر دیویدن دیگه باقی مونده امراه دی چی میکنم من اضافه رضافه میسازم چه قدر است اوت استاندنگ دیویدن؟ اوت استاندنگ دیویدن ما چند دارم؟ پاین دارم پس پاین دار گرم امراه دی چی میکنم اضافه رضافه میسازم پاین دارو و سه دار چند میشه؟ 20 بیست یا اینجا شد و اگر دیگه ای گفتم من ایسی اسید باید چی شد و ریکارد شد اگر میخوایم من ایسی اسید ریکارد کنیم باید دایی سایت چهر بالانس چی شد باید ریکارد شد با و دایی سایت چهر بالانس من ریکارد میکنم که out standing dividend این حالا در دو جای چی شد؟ یه جای شد پس من ایره هایلایت میکنم بگم در دو جای چی شد هر جای یکی که امروز انکم مربوطه اضافه شد و دیگه ای که پنجه داره ریکارد میکنم آگارش پنجه با و دیگه ای که امروی اصد تا کدام ساید اضافه شده آن the debit side of, of the chair bar در دو جای چی شده؟, شده. پس یک ما چی شده میجا؟ یکی خلا شد بسم الله میرم طرف دومش دومش چیست؟ گفته استیشنری استیشنری outstanding amount of amount of 3000 point number one like the previous one so we Whether it comes under asset or whether it comes under expenses or whether it comes under revenue. Find out if stationery is on which side. So if stationary is on this side. it is expenses. So if it is if a stationary is outstanding, it means it should come under this group. Why? Because it's a type of outstanding expenses. Stationery stationary outstanding means outstanding expenses or expenses outstanding. But I خب قانون چی میگه بیادر؟ این قانون میگه که یکی میگه امراه اکسپنسیز مربوطه باید اضافه شوه و دیگه میگه که من یک لایبیلیتی ده لایبیلیتی ساید بالانسید با چی شد ریکارد درست پس الله اگر من خواهی که من حیث اضافه کنی باید ده این ساید اضافه شوه ده سایت ده سایت یعنی دیت باید اضافه شوه اگر میخوای من خواهی من لایبیلیتی باید ده سایت کرده چی شوه پس او کدام مصرف استیشنری است و مقدار چند است؟ سه بار. بیاین در ریکارد کنیم اینجا. اینجا ما ریکارد میکنم. نشتم میکنم که استیشنری بینس. استیشنری So, so Mention the value, the amount of this one. How much is the stationary? It's stationary is ten thousand. So ten thousand is given here in the and that previous trial balance itself. Now, if it is outstanding expenses, it should be added, right? So you see it's stationary outstanding amount of 3,000. So this 3000 should be added with this one, right? So and instead of here, basically it was better to record it in inside, which is called enter column. So record amount of 10,000 here. Then of course we have to add. We have to add we have to add outstanding. Outstanding stationary. اکسپنسیسی شد لیف کو با که اکسپنس دارش نیست این حال ده بار جمعی چند شد یکی گفته ای و دیگه گفته چی که type of expense should be added with expense and the second thing is should be considered as liability این حال که گفته من نیست liability چون liability نما می فهمیم دی سایت چیر بالانس میادرس یک دو سایت باید outstanding स्टेशनरी एक्सपेंसेस क्या नहीं दोरा सही तो ये भाई कॉलर देगा मैं तनुची पुक्कर में हाइलाइट करूं यानी याग देखने को देंगे जस्ट शॉट ओके सेस इट इज़ एडेड विद रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड द सेकंड थिंग आल्सो इट इज़ रिकॉर्डेड एस अलाइवेलिटी मैंने ये रिकॉर्ड किया था मैंने ये � گفته که سالاری پید ان ادوانس اماونت ایکوال تو هاومت اماونت ایکوال تو نن دولار سالری پید ان ادوانس پیش ات پیش پرداخت شده ده هزار این حال ما سعی کنیم چون گفته پید شده پیش بدون از یکی طرفی طرف سعی کنیم ما میفهمیم که چیست یک نوع اکسپنس است مگر اگر کلمه پید ذکر نمیشد بل گفته میشد که نه تو بعد با انوان دیگه ذکر میشد با سعی میکنیم که سالاری دی طرف ذکر شده یا دی طرف Now we know that Salary is a kind of expenses So if it is paid in advance It means it is a type of prepaid expenses right? So when it is paid in advance It means it is a type of prepaid expenses But salary paid in advance You are know yes Prepaid expenses The carbide version, Jamshad What is carbide version, it? Yakike It is that it's, It should be added with the related exp It should be deducted from the related expenses In income statement And the second thing also It should be Considered or should be recorded on the asset side of the of the uh, balance sheet, but of course we don't have balance sheet, so we should record it on debit side of share balance. But first of all, how much is salary? Salary is twenty thousand. How much is the prepaid salary or advanced salary? advanced salary is ten thousand. Now let us record it here itself. First of all, record the salary, salary the actual salary that we have and that was equal to 20000 right to this one of course we have to add that one we have to minus this one we have to minus minus what minus prepaid salary okay minus prepaid salary how much is prepaid salary prepaid salary is amount of 10000 so minus 10000 right so from 20 minus 10000 you get amount of how much 10000 and the second thing it mentioned, it should be recorded as asset as well. Again, asset is also in the same side. So if asset is again on the same side, once again you have to record it here. prepared salary, salary. Prepaid salary is salaries equal to how much? Ten thousand. Yeah, color they can be written but they are not any color. And only act of interest just should. Do you understand? Act of interest just should. And I'm making it. I should do it. My highlight. What else do you see? Manise, the Do درست پس در دو جایی چیتان استم ریکارد کنیم یکی از اکسپنسز اکسپنسز مربوطه کم شد شد؟ شد پس ایره میگه چی؟ Now if you want to add the total of both sides again both sides should become equal قبلا دو ساید چند بود گفت؟ شست پاین یکلا تغییرات آمدم، اگر هر دو ساید باید باید باشه؟ باشه 40 plus one becomes 60 plus 25 become 85. 85 become 90, 90, 92. 92 plus 28 become 1 lakh 20, 1 lakh 20, 1 lakh 60, 1 lakh 70, 1 lakh twenty-three thousand. This side is 1 lakh twenty-three thousand. Add this side also. This one plus this one becomes 70, 70 become 95, 95 become 1 lakh 5, 1 lakh 10, 1 lakh 10, 1 lakh. Uh, 10, 1 lakh 40, 1 lakh 40, lakh 53, 63, 73. This side also 1 lakh 73. So both sides are equal, right? This side and this side both are equal. Now, from this one, you can make the income statements as well as the balance sheet. Please watch the income statement and balance sheet in the next video itself.